ادامه برنامه هستم. هم با شما و در این بخش هم مهماندار هستیم و مهمان خیلی خوب ما جناب آقای واصل عمری، فعال سیاسی در ارتباط به شخصیت جناب مجددی و همچنان فعالیت‌هایشان و کارکردهاشون در دوره های گذشته و در حکومت هایی که داشتن اینا صحبت های می داشته باشن، شما هم تماشا جد باشین. قبل از همه سلام به شما، خیلی خوش آمدید، صحبت های بخیر. دیر منان سعد ساس بختر سلام نخر احمد مشهد تلویزیون برام قرار نگورم ویدیو کتا سحر بخیر. ممنون، سلامت باشین، سلام های مرام پذیرا باشین. در نخست از شما مشنویم در رابطه به کارا و کارکردهای مرحوم صبغت الله مجددی رئیس جمهور ازبق افغانستان و کلن در رابطه به ای که چی کارکردهایی داشتن، مختصرا از شما مشنویم. بر فامیل جناب مجددی تسلیت میگم که با اولادشان و دوستاشان راه حق سپلی میگم. دقیقا، بله. اگر پاچه باشی، اگر گدا باشی، اگر خان باشی، اگر غری باشی، رای کلیگز میری. در زندگی جناب مجددی صاحب، در چون ما او را از جات از نزدیک دیده بودم وقتی که رئیس صحنه مشران جرگه بود، در اونجا فعالیت داشت، رئیس صحنه بود، در اونجا کار میکردن، ما او را بسیار از نزدیک دیدم. شخص آرام بود، شخص ایتا شخص نبود که به کسی مورد ضرر برسانه، همیشه به منافع ملی کشور خود وفادار بود. و یه خوبی از او بود که وقتی که متمد برشماش می بردن و مماشه نمی گرفتن، دولت برای از واقع کدام امتیاز تعیین کرده بودن. بله. وارد مو وقت زمان برای یک جاتر وقت بسره میاش رای میکرد که امو طفله که به تداوی ضرور داره سره میاش با کشور خارج رو میکنه تا به تداوی آزو میداد. یا یکان وقت زیاد بر کارمانده غریب بیچاره که دونجا بودن از لحاظ ادبیات تشکیلات دولت کارکنهای خدماتی میکرد برش. بله. برای از واقع کمک میگن کس که میلو چیز چوکی را پاک میکن، دالو سال پاک میکن، کتازوا کمک میکنن. و دیگه خوبی در وقت سانا اویی بود که جناب مجددی صاحب همو بودیجا که میماندن در وقت همو بودیجا را پس به دولت تاویل میکنن. زیاد مصارف شاید نبود، زیاد در وقت او مصارف زیاد چیز نمیکنن، زیاد مصرف نداشتن. وقتی که جناب مجددی صاحب از سنا خلاص شدن، جناب مسلمی ها صاحب رئیس سنا مشران جرگه شدن، کرده صاحب رازو یک موتر داده و شوالده داده بودن. امو وقتی که از راست هم رفت سی روز بعد شد، اون موتر برای چیز روی کرد، مشران جرگه پس روی کرد و شان گفت که این موتر دولت است، ما موتر بیت المال هستن بگیریم و ما این راست رئیس سنا نیستم، من این را برای زیر نیاز ندارم چون ما دیگه موتر دارم. در می جوریت جناب کرزه سب که رئیس جمهور همون وقت زمان بودن، باز برشان گفت که نیش شما آدم محترم هستین، یک رئیس جمهوری اسباق افغانستان بودین، اگر شما باید کت شما باشه و شما میتونین که از استفاده کنین. این خوی خواسته از رسته بود که من در اون وقت در ترانسپورت کار میکردم، مدیر گردشات، بایش مدیر گردشات بودم در اونجا. امی خوی خواسته جناب از رسته که بودن که جاتر وقت اصراف جان نداشتن. یا درباره سیاست حضرت صاحب بگویید؟ بله، سوال همی است که سیاست حضرت صاحب در برابر کشورهای خارجی چگونه بود؟ سعی کنین هر انسان یک گپی خوبم داره، گپی بدم. دقیقاً. اخلاق خوبم داره، اخلاق بدم داره. چون برای انسان که زندگی داده شده حتما این مرگ آمست. و همیگم که از جمله کسایی بودن اینو که در بزید پاکستان بودن آیا؟ سعی کنین در این کشور که هر کسی افغان هستن، ما خودیم بزید پاکستان هستن. هر کس که با نام افغان است، اگر تاجیک است، اگر آزار است، اگر ترکمن است، بزید پاکستان هست. اگر امروز برای تو بگیم که برای تو این کم پیسه میتون بزید پاکستان مبارزه کو، دو چند قطع ماستان میشه. اگر با کشور هندوستان مبارزه میکنی،
قطعی ما استان میشه هندوستان کشور دوست ماست. بله. این واضح تر هستن. هر افغان در زیر پاکستان مبارزی خود میکنه و ما ججان دار مبارزه ما. جناب از رسب در وقت که سردار محمد داود خان حزب خلق دموکراتیک سر از او کودتا کردن و در امو وقت زمان و با پاکستان رفتن و دموز مبارزه خود جیجان می دادن تا وقتی که حکومت در شش جد روسا به کابل آمدن مبارزه خود کت روسا جیجان دادن در امو دوران حکومت شهید دکتر نجیب الله که حاکمیت داشتن رئیس جمهور افغانستان بودن همو حال پروسه صلح شروع کردن دامو جریان برای از راست صاحب صاحب گفتن که شما بین که همی حکومت افغانستان بر شما تسلیم میکنم همو پهم و تیاره و اردو رو بر شما تسلیم میکنم و همو وقت جناب از راست صاحب کابل آمدن و دکتر نجیب به دفتر ملل متحد پناهندگی شدن و اونجا پناهندگی بردن وقتی که از راست در پاکستان کتی حزب شیشتر و رهبرای مجاهدین شیشتر جناب از راست به دو ماه به کابل آمدن به حیث رئیس جمهوری افغانستان امو وقتی رئیس جمهوری موقت مجاهدین حکومت اعلان کردن این میخواستن که انتخابات داشته باشه خب بختانم بگویم که در وقت زمان و امو مداخله کشورهای خارجی و پاکستان ایران و امریکا یاره نماندن کشور ما طرف بدبختی رفتن بعد از پنج میزان که حکومت طالبا سر از رای جلالآباد غزنی و آمدن طرف کابل حمله کردن و در وقت زمان حکومت مجاهدین از کابل رفتن جناب از راست با پاکستان رفتن و پنج میزان در دفتر ملل متحد شهید دکتر نجیب به خط دیورین و به شهادت رساندن و در چاره آریان آویزان کردن و جناب از راست صاحب در وقت زمان هم کتی عامر صاحب شهید شاه مسعود ارتباطات داشتن و مبارزه خود قد طالبه اعلان کرده بود مبارزه خود پیش می بردن مبارزه جنگی فکری قد تازوها داشتن وقتی که رژیم طالبه سکوت کرد و جناب کرزی صاحب رئیس جمهوری افغانستان شدن آمدن بر کابل دوباره مبارزه سیاسی خود به خاطر کشور خود شروع کردن در وقتی که قانون اساسی افغانستان از بین رفته بود در قانون اساسی لوی جرگه رئیس لوی جرگه بود قانون اساسی را تایید کرد بعد از او در سال 1382 به توشیه رئیس جمهور در وقت زمان قانون اساسی پیش بردن بعد از او که وقت زمان نیاز داشتن به رئیس رئیس سنا بودن در مدت رئیس سنا در مشران جرگه وظیفه داشتن در اون فعالیت بیشتر بردن گفتن فعالیت ها داشتن جناب از رسب جناب از رسب زیادتر انسان ها هستن در فیسبوک ها هر گفت پاپشش نشتن و کار شخصی خودشان هست هرچی بودن یک سفید بودن یک عالم دین بودن سر سیاست می فهمیدن دانش داشتن فهم داشتن مرگزی بر کشور ما خب بیاین از نقش اساسیشون در صلح بگوید به خاطر صلح اینا چه مفکرهایی داشتن چه هدفهایی داشتن بخاطر بهبود وضعیت که ما داریم وضعیت که کشور ما دارد هایی که مرتانیم در فضای صلح و ثبات زندگی بکنیم یعنی کلن در ارتباط به صلح مفکرهایشون و هدفهایشون چی بود؟ او خو همیشه در وقت زمان خودم نالیم وقتی که زنده بودن همیشه می گفتن که ما حمایت از پروسه صلح می کنم حمایت از امو طالبا که به پروسه صلح بشین که افغان هستن در این کشور زندگی می کنن طبیعت همی کشور دارن و همیشه حمایت از پروسه صلح می کردن چون در دوره آمد کرده امو وقت با رئیس جمهور بودن چون اینا حکومت وحدت ملی بود حمایت خود از پروسه صلح اعلان می کرد همیشه ای تا به تلاش می کردن که در پروسه صلح قطع طالبا صلح شود قطع طالبا صلح شود که در کشور ما همه 40 سال جنگ و بدبختی و خودشان خسته شده بود
بودن چون ما که از اوچان خسته بودیم میوام آدم و مبارزه خسته شده بودن نمیخواستی که در کشور ما خون بیگانه سرباز ما بریزه اگر او بغلم جان بود سر برادر ما کشته میشد که ای بغل ما بود اردی ملی پلیس ما بود اون به شهادت میرسید اون به شهادت میرسید ما هم او همیشه کوشش میکردن که در مو وقت زمان خود در پروسه صلح حمایت کرده و حمایت میکردن و بدبختانه بگویم که تا بال پروسه صلح سرنوشتش معلوم نیست و معلوم ما امیدوار هستم که حکومت وحدت ملی امو ارمانه که در دلای رهبرای ما بود پروسه صلح بود امو را پورا کنه و برایشان جناب عمری از شما مشنویم که ارزیابی مردم نسبت به سیاست جناب حضرت صاحب نسبت به دوره‌های مختلف سیاسی که سپری کردن چگونه خوانده میشه البته از منظر ای که مردم چی فکرهای دارن و چی نظریات دارن سعی کنین فکری نظریات مردم فرق میکنن حتی یک نظریه است و شاید دو نظریه دیگه باشه فیسبوک ها شما بینید مردم دیگه نظریه هستن سرچ کنین فیسبوک ها مردم خوب نشته میکنه مردم بد نشته میکنه کار خودشان هست چون ما پیشتر گفتم که جناب حضرت صاحب شخص فامیده بود وطن دوست بود در این کشور زندگی میکرد ما سر مرگش تم بسیار خفه هستم ما دو روز که رفتم دوستا گفتم که جناب حضرت فوت کرده ما بسیار تم بسیار خفه شدم چون یک شخص فامیده بود میتونست که در کشور ما که تصمیمهای بزرگ گرفته شده بر خاطر پروسه صلح حمایت اردی ملی و محبوبیت داشت در کشورهای همسایه اروپا مردم باش احترام داشتن هر جا که می رفتن بایست یک رئیس جمهور مردم او را می شناختن طبعا ما سر مرگش بسیار خفه هستم چون یک رهبر بود یک از نظریات مردم گفتین در فیسبوک خب شما که شاهد هستین و قسمی که نظریات مردم هم خواندین بیشتر این نظریات مثبت خوانده میشه یا منفی ما نظریات مردم کار ندارم چون هر کسی میفهم مسئولیتش میفهم اما خوبم نشته کرده بارم نشته کرده کار با دوشت چون ما سر مرگش تابون بسیار خفه هستم یک رهبر بود یک سیاسون بود یک عالم دین بود از نظریات ازو باید ما استفاده میکردیم چون عمر ازو بر مبارزه نبود چون سال سنشان به جاتر 93 ساله نشته کرده جاتر 94 ساله فرتوت شده بودن دیگه توان از این نداشتن که مبارزی از او جریان داشته باشن خود چون از نظریات از او اگر ما استفاده میکدیم از فکر از او ما استفاده ما جوان استفاده میکدیم یک گلگوی خوب قرار گرفته میتونن بفایده ما بود بفایده کشور ما جناب عمری یکی از ویژگی های خوبشان رو بگوین و یکی از اهداف عمده که اونا در مفکوریشان داشتن در ذهنشان داشتن در ارتباط با کشورشان در ارتباط با مردمشان در ارتباط با دولتشان چی بوده؟ سعی کنیم من پیش رو شما گفتم که وقتی که متحمد به رزو ماش می بودم و یک مفکوری نیکشانی بود که این پول بر من نتیم ما نیاز ندارم بله یعنی دست خیر داشتن دست خیر داشتن بله من گفتم نه اینه ما شاید حالشان هستیم که اگر در هر جای در میمشان جرگه پرسان کنید کنید که دوستان این نظریات برطان میده سک اون ماش در جیب خود نمیمان میتونست که اون ماش خود در جیب خود بونه چون وا میگفت که این ماش من رو برای بیچاره بتین یا پس را میاشه بتین که همه دل از وا بیچاره زیادتر تفلکات دلشان خار میباشه و باز بور بر طرف کشور همسایه میبر با تداوی و رزوا میدادن وقتی مردم به غریب بیچاره کمک میکردن دیگه ضرورت نیاز اگر دستی باز داشتن اینمی بود اگر غریب بیچاره کمک میکرد اینمی بود و از اهدافش از اهدافش من پیشتر گفتم که جناب حضرت صاحب همیشه وطن دوست بودن میخواستن که به وطن خود منافع ملی کشور خود مد نظر گرفته بودن و مبارزه خود با کشور خود میکردن واقعا که جناب حضرت صاحب مبارزه میکردن خب بیشتر گفته که بدبختانه مداخله کشورهای همسایه استخبارات و یا یار جناب حضرت صاحب نماندن که امو المانا که داشتن او را از بین بردن و
پاکستان همیشه کوشش میکردن که امو انمانه که در دل رهبرای ما بودن پروسه سول میامدن او را همیشه از بین بردن و این حال کوشش ها میکنه همین پروسه را پیش کنه. ممنون، سلامت باشین. شکرستیم و از پیام داشتیم. من از دوستا خواهش من ای است که شما اگر هر کسی هست هر کسی هستن در فیسبوک گپای ایت گپا پیشش نشته نکنی که خدا نخواسته توهین برازون است توهین به خود میکنی بله از نظریات لولهب خودداری و جلوگیری کنند بله کوشش کنی که هر شخص هستن اگر ما هستم اگر هر کسی هستن یک کلمه نشته کنین که اقلا بر دشمن ها ما یک پند داشته باشیم سر که ما اتحاد اتفاق داریم اگر ما پیش هر کس همی کلمه زشت نشته کنیم خدا نخواسته حق حیوان میپرتین چارپای میپرتین توهین که تزو میکنین بله. این برای سطح عبروش ضعف شخصیتی خود فرد نشان میتر بله تو برای از این توهین نمیکنی با خود میکنی اگر با کس احترام میکنیم اگر این روز بر شناجان سلام میپرتم احترام برای این نمی کنیم احترام با خود می کنیم سبب شما جان برای مثلا کوشش کنیم که برای یکی دیگه احترام داشته باشیم قوم پرستی ربانیم محبت دوستی داشته باشیم. اما مسئله است که میگه غم و شادی نماند ولی یک جزای اعمال بماند و نام نیک و از نیکی های حضرت صاحب که امروز یادآور شدین واقعا جای بس افتخار است که افراد را ما در سیاست افغانستان داریم که واقعا کوشش کردن و منافع ملی را انواره انتخاب کردن و نسبت به منافع ملی فکر کردن و منافع ملی افغانستان برای اونا خیلی مهمتر بوده هم و حضرت پایان و همکارای ما همچنان صدا میزنن از اینکه میان برنامه داریم و حالا هم وقت تقدیمتون پس دو هم ما با شما هستیم.